با سلام و درود و احترام خدمت هموطنانم در سراسر دنیا، خدمت شما هستم که از من خواستن که تا یک ماه حتی اکثر تحلیل های ایدیاریان حمله بیرون رو نکنم. منم چیزی ندارم، چی بهش میگن، اصراری به تحلیلاتی ندارم، ولی چون آخر اوقات کار رو دقیقا میدونم چه اتفاق میفته، اما این خبری که براتون میخونم دیگه برداشت خودتون چی خواهد بود. درست کردید؟ چون بی سه سه آسیار ملکه هستند، دوان منافعشون هستند و تا این جریان قطر هست و این نفت و گاز مفتی که دارن میبرن هست و امثال هم این ها نمیذاره اتفاق بیفته، ولی ملت ایران یه اتفاقات عالی داره میفته که من خبرشو دارم، حرکتهای داره شکل میگیره، بعد اونجا ببینیم که روسیایی به کی میمونه. خب اظهار تمایل یک مقام حماس برای از سرگیری گفتگاه با اسرائیل امکان توافق وجود داره. حالا اینجا اینا میان این فکر یه حرف میزنن چون دیگه اول رهبر ندارن و چون پول ندارن، جمهوری اسلامی که پول نداره دیگه، با قول من شیخ سید نصرالله پول رو میبرد، پولی نیست، بیت کوین هم دیگه اونجور جواب نمیده و بازارش تقلق هست، اقتصاد دنیا در نابودیه، در راه نابودیه. این جریان بریکس رو انداخت آقای پوتین، یه اسکناس هم چاپ کردن، ما این کار رو میکنیم، این دروغ کلاهبرداری بزرگه. رفته تو تمام پیامبر جرجیس تو پیامبر جرجیس هستید میکن، بنده خدا مردا که دیگه خالی شد، تو خری و میخواد بیاد یه اسکناس رو چاپ کنه بده کشورم که انتخاب کرده، یکی از این گداتر، فقط توشون دو نفر هستن که خر برفت و خر برفت میخواد بره، دو تا کشور هستن، و بعد بیاد اسکناس چاپ کنه، بعد با این اسکناس یک کاری تو بورس را بدازه و بعد باز جیبی یه زیادی رو بزنه، بعد چه میکشه میگنه این اسکناس دیگه تموم شده است. یورو با 37-8 تا کشور نتونستن چه کاری به جیب برسونن، خوش نابود کردن. شما که دیگه آقای پوتین دیگه از حرام از شمس هستی تا کلاهبرداری و پدرسوخت بازی و بیشرفی و بیناموسی و عروزادگی رو دست نداری. نوشته بود که آقا بله این چیز S300 ها فلان، S300 دوستان عزیز یه گنجش رد بشه رو آسمون میزنتش، اوتوماتیک میزنه و هواپیما بیان، موشک ها بیان قشنگ بچرخه، سخت محکم بزن نابودش کنه، نه هیچ کار نکنه. پس S300 نیست، یک ماکته، دونه یک میلیارد دلار هم بیرون پولش گرفتن، پول ماکته گرفتن، چون خیلی خرنده اینا، فقط اس داشته باشن. واسه مهمتر قیمت S300 در زمان 150 میلیون دلار بوده با تمام تجهیزات کاملش، سرویس خدمات 10 سالش، حالا تو یک دونه S300 ماکت شده فروختن، اما توش هم چهار تا آتشخور گذاشتن ها. بعد این وایس بیا زیر نگاه کنه ببینه بز بز پیش نشاره نگید آقا جون، بری بررسی کنید ببینید S300 چی هست، S400 چی هست، و بعد بگه میکنه اون بیاد بده به آقای خامنه ای که دشمنه، که رفاقای خودش رو بزنه میگم چیکار میکنم، یا اگر هم یک در هزار داده باشد که ندادد، اون از راه دور خودش خاموش میکنه، سیستمش رو برادر کوچیکا کنن که کار نکنه و یک میلیارد دلار پر. اما من فکر میکنم کارخونه گفتم بهتون، کارخونه 5 میلیون یورو گرفتن 500 میلیون رو حساب کردن، اینم رفت پر، یعنی آقا زدم آدرسش هم خودشون دادن بهشون، بزنید پدرش داره که ما بگیم ما دادیم بهتون دیگه از این حرف کن. حالا این آقایونه که حماسی کم کم میخوان بیان و سور کنن و این قضیه رو ببندن و خدمت شما نه نیرو دارن نه توان دارن نه پول دارن و باز اینا چاقچله کنم یک دفعه دیگه. تجمع اعتراضی جمعی دانشجویان دانشگاه، شورای صنفی دانشگاه کشور، از تجمع اعتراض جمعی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ارتباط به تجاری سازی فضای دانشجویی، تفکیک جنسیتی و برگزاری نمایش سبیفی محور، سبیفی محور با هدف سیاست زدایی از دانشگاه. خلاصه هر کی ساز خودش بزنه. هشدار واشنگتن، ببین این توش کلی چیز نهفته است، ببین چی میگه، خوب دقت کن. هشدار واشنگتن،
همون که میگم از ایران راهنمای سرباز سمت چپ میپیچن، اما هدفشون یه دیگه است. هشدار واشنگتن به تهران: حمله دوباره به اسرائیل یا به نیروهای آمریکا پیامدهای شدیدی دارد. تو حمله تو بکن، میخ دارم نداره، کار خودتون برو، خر خودتونید. باز گفتن نگو چش نمیدم، نگفتم خر خودتون نیستید. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت انجام اقدامات تهاجمی بیشتر علیه اسرائیل یا علیه نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه شاهد پیامد شدید خواهد بود. خب همینو میخواید شما دیگه، شما همینو میخواید، همینو میخواید، چون خونخوار، چون جنایتکار، چون همینید. آقای ترامپ خلاصه یک گنده فرمایشی کردند. این یعنی اینکه قاطی کرد، یعنی که سیاست نداره، یعنی که علیه مردم آمریکاست، چه خواسته چه نخواسته علیه آرامش نسلی آمریکا، آرامش نخواهد بود، چون میدونه که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و میخواد بیاد در اونجا یک جنگ داخلی به تمامن راه بندازه، همین دو سه درصد امنیت اون از بین ببره. البته من چهره شناس هستم ولی نمیخوام بگم، ولی ترامپ چهرهش داد میزنه که خلاصه براش خبری در راه هست، باید برقش بدید بالا بگیره. در این رویداد بزرگ در نیویورک ترامپ به مهاجران غیرقانونی و البته کاملا هاریس حمله کرد و گفت بزرگترین اخراج مهاجر در تاریخ آمریکا رقم خواهد زد. با چه عقلی نرفته میزنی؟ یک جو عقل پشتی نرفته است، یک جو سیاست پشتی نرفته است. اگر میگن که سگی که واق واق میکنه نمیگیره، آقای ترامپ یه حرف بزن بشه، اگر شما آمریکا رو بیای و این غلط رو بخواید بکنی، اشتباه رو بکنی که نمیتونی، خب آمریکا اصلا میپشه، کار نداره که 90% کارگرای شما چه کار سیاه چه کار سفید چه فرق نمیکنه کجایی هستن. برو بررسی کن، لاغل بررسی بکن، یه بررسی هم چیز اجمالی بکن، حرف بزن. حرف ها دهن در اومده دیگه تموم شده است، یک جب ناامن در آمریکا ایجاد میکنی، میگن آقا اینجوری میشه و اونجوری اینجوری میشه الی آخر. آقای ترامپ باور کن من جای تو شدم، همه استعفا بدم میرم پی کارم، چون حالت خوب نیست، اصلا حالت خوب نیست، کشش این فشارا رو نداری دیگه. حالا ما گفتیم خودت این در حالی است که بایدن روز شنبه در سخن تازه خود، ایلان ماسک مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا و شرکت فضایی اسپیس فلان را اکنون یک جمهوری خواه و حامی کمیته ترامپ، کمپین ترامپ است، به دلیل دوروی در مورد مهاجرت مورد انتقاد قرار داد. بایدن مدعی شد که ماسک دوره طولانی مدت کار خود در آمریکا به عنوان یک کارگر غیرقانونی آغاز کرد قبل از اینکه ثروتمندترین مرد جهان شود. ترامپ روز گذشته در نیویورک در پاسخ به بایدن گفت 5 نوامبر مهمترین تاریخ در تاریخ در کشور ما خواهد بود و آمریکا را دوباره قدرتمند خواهیم کرد. با این راه باش آقای ترامپ، بکن از این دستشم ببین، بکن. ولی هوشیارشون کردی، حواسشون جمع، بلای سرتون بیارن که تاریخ بنویسه. من گفتم بلا سرتون بیارن نیست چی، بینا با دست خودتون، با سیاست احمقانه خودتون حرفا رو میزنید. یعنی بچه میفهم شما اشتباه اون حرف میزنی، بخوای بکنی هم نباید بگی، نخوای بکنی نباید بگی، حالا گفتی دیگه. در همین حال نتایج مدرسنجی حاکی از رقابت کاملا نزدیک میان نامزد دموکرات و جمهوری خواه در ایالت‌های کلیدی است. این نتایج باستا و رقابتی تنگاتنگ میان این دو نامزد در 7 ایالت کلیدی آمریکاست. خب خدمت شما هستم دیگه، برم بچون خبرم نمیرسن همه رو بخونم. یک کلیپ گذاشتم برای تو چیز، میخوام اینو گوش کنی یه دقیقه رو. روسا ادعا میکنن که میخوان با ما قرارداد راهبردی ببندن، ادعا میکنن که در تمام این سالها کنار ما بودن، هر زمان تو اوکراین به مشکل خوردن. این در کنفرانس خبری است که در وزارت خارجه ایران گذاشته شده است. دفاع
فلاکت خوردن، در باطلاق جنگ اوکراین فرو رفتن، بدو بدو سراغ ما اومدن، پهپاد خواستن، کروس خواستن، همه چی. در شبی که اسرائیل به ما حمله کرد، پدافند ارتش ما تنها بود، تنهای تنها، نه سارست به ما داد، نه سخو 35. موضع وزارت خارجه دولت آقای دکتر پزشکیان در قبال این بیشرفی آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست؟ اولا من خواهش میکنم دوستان سوال مطرح بکنن. اینجا صدور بیانیه سیاسی رو بذارن بر عهده وزارت امور خارجه. دو، در صحبت ها بسیار مهم هست که این جمع جمع فرهیخته است و در بیان پرسش ها من خواهش میکنم که رعایت نزاکت های معمول رو حتما داشته باشیم. سه، فارغ از سوال شما، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران که محصول خون هزاران شهید هست و محصول پایمردی مردم ایران، و فکر میکنم این نکته است که واقعا باید به خاطر همه ایرانیان سپرده بشه و به نسل‌های آینده منتقل بشه، این هست که جمهوری اسلامی ایران متکی به قدرت خودش هست. چه دروغی در چه سطحی و چه حرف مفتی. بگذاریم، بله روسیه به جاش که برسه، کی بود کی بود، من نبودم دیگه، از یه حرف رو گذاشته. آقای، من کلیپشو گذاشتم توی واتساپ، آقای چی اسمش، مناش امیر خواسته امشب یک نفر گیرش آورد، من یه بار نمیشستم ولی آدم مسلطی بود، یه نفر امشب گیرش آورد و جر با جرش کرد. مناش امیر که کوه صبر و حوصله و سیاست و مکاری و پدرسوخت بازی و دیگه به پدر من فوش دادن. تو به ملت رو توهین میکنی، بی شرف حرومزاده، همه جا باختی، همه جا دیگه دیش که دیگه زمان صف بوده برای تو دعوت کنن، حالا میفهم تو یه حرومزادی به تمام هستی. بست، کم آورد، بست دیگه، کم آورد و بست. اما آقای ولایتی نمیدونم، آخه ولایتی دوستان، من چند سال پیش بودم گفتم ولایتی چنان درگیر اعتیاد هست که با ماشین هر جا بیره همون تو رو میکشه و میره و برمیگرده میاد. یه حرفای زده، یک شکرهای خورده، حرفای زده که ما حالا کسفت میخورم بعد بقیش برای سکری بعدی. بابا جان مادر ازید نکنم. بله، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین و مشاور علی خامنه‌ای به فاینانشال تایمز گفت که جمهوری اسلامی در حال بازبینی سیاست خارجی خود برای بهبود روابط با کشورها از جمله کشور اروپایی است. آخه شما تپه سالم گذاشتید، بچه بود دوران گذشت، مردی که حمال معتاد بدبخت که دنیا مدیا نبود که هر گوهی میخورد هر جمعه هر جمعه، نه خیر کور خوندید، حالا تمام دنیا میفهمه اسرائیل کیه، ماهیتش چیه، ایران شما حکومتی ها چی هستید، ماهیتون چی هست. کسی که ایرانی به ملت خودش رحم نمی کنه، حالا شما خواهی بارون دوباره اصلا خود اروپایی چی هستن، خودشون چی پخی هستن، خودشون چه چیزی دارن، یک مشت بیشرف دزد خونخوار و جنایتکار دیکتاتوری درجه یک الان هستن دیگه. وقت تو بخواد داره با اینا رفاقت بکنی بگه آقا ما آمدیم باشه رفیق برای انا شریک، شریک چی؟ مگه ملت میگذاره؟ ملت جر و جرتون میکنه، پودرتون میکنه. کی بهتون گفتم؟ ما روزان میدونم که اروپایی دارم میاد توی آمده توی ایران این برای گدایی میکنند، گدایی به معنی واقعی کلمه ها، ناموسشو میذاره، دخترشو میذاره، خودشو همه کار میکنه که فقط دیل اونو بخواد. چون من اینا رو دیدم قبل از انقلاب، ایتالیا اومده بود مشهد با زنش، حال دوست هرش بفت کنه، یه وعده غذا 3 تا 8 دقیقه بود، یک وعده شام همین. چی فکر کردی تو آقای ولی؟ خیلی عقبی، خیلی بدبختی. حالا تازه به تغییر سیاست اونها میخواد رفیق بشی، رفیق تو اونها باشه، دشمن بر بهشون بدتره. ولی خداوند دشمنان ما رو از احمقا قرار داده و این نعمت بزرگی برای ماست. خبرای تو راست در اتفاق میفته. ایام به کام، روزگار تو خوش.